رامی 10 سال پیش برای ادامه تحصیل به آمریکا اومد و با توجه به علاقه‌ای که به هنر داشت تصمیم گرفت موسیقی رو هم دنبال کنه. او همراه با نیما گروه اورانیوم رو تشکیل داد و آلبومی رو هم روانه بازار کرد. بعد از منحل شدن این گروه، کامی به عنوان خواننده مستقل فعالیت‌هاش رو ادامه داد و به زودی هم نخستین آلبوم سولو خود رو منتشر میکنه. اما همکاری با مژده یکی از بخش‌های مهم کاری او محسوب میشه، خواننده جوان افغان که در کانادا زندگی میکنه. ترانه های کامی و مژده با استقبال فراوانی از سوی دوستداران موسیقی همراه شده. ارائه ترانه و موسیقی با ترکیب شیرین گویش های فارسی و دری. آخرین موزیک ویدیو کامی و مژده، قسم به چشمان. کامی بهت در لس آنجلس سلام میکنم. مرسی از اینکه در برنامه شباهنگ با ما هستی. سلام بهنم جان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و مرسی از اینکه منو دعوت کردین به برنامه شباهنگ و سلام عرض میکنم به همه بینندگان برنامه شباهنگ. انشاءالله در هر جای دنیا که هستن حالشون خوب باشه و جای داره که سال نورم بهشون تبریک بگم از همینجا. میدونم که یه چند روز ارلیه ولی اگه فرصتی نشد از حالا میخوام نوروز بهشون تبریک بگم. بسیار عالی، منم استفاده میکنم. حالا تو ما برنامه‌مون هنوز ادامه داره ولی منم تبریک رو میگم پیشاپیش تا بعدا دوباره تبریک سال نو رو بگیم. اما کامی، تو به آمریکا اومدی واسه ادامه تحصیل، بعد وارد موسیقی شدی. اصلا زمینه آشناییت با هنر و موسیقی چطور بود؟ دوره و کلاس مشخصی رو پشت سر گذاشتی؟ والا من ایران که بودم بیشتر فوکس رو درس بود، ولی کن به عنوان هابی کیبورد زدن یاد گرفتم و گیتار کلاسیک زدم یه مدت. بعد که حدودا 11 سال پیش که اومدم امریکا گفتم خب میخوام بخونم هم بهتره، بکنم آهنگسازی کنم یا نه، که با دوستم نیما گروه اورانیو درست کردیم
شروع کردیم آهنگ ساختن و دیگه از اونجا بود که دیگه آهنگ ساختن تنظیم و ضبط و میکس و این کارا رو هم شروع کردم، یه استودیو کوچیک تو خونه راه انداختم و دیگه از اونجا کار به اینجا رسید. خب اشاره کردی به اورانیوم، چه مدت با هم کار کردین و بیشتر چه سبک موسیقی داشتین، در نهایت چرا منحل شد و دیگه ادامه نمیدین؟ ولی گروه اورانیوم نمیتونم بگم دقیقا سبک خاصی داشتیم یا نداشتیم، هنوز اون موقع فیگرات میکردیم که چه راهی رو ادامه بدیم و چون نیمای عزیز پیانیست خیلی خوبی بودن تا همه آهنگامون یه حالتهای بلوز و جاز ات سمتم آر ام بی یه خوردم راک توش ساوند میکرد، بیشتر آهنگا پیانو داشت و وکالا هم من میخونم هم نیما میخوند، شعرها رو خودم میگفتیم بیشترشو و از اونجا داشتیم بیشتر اکسپریمنت میکردیم و الان فکر کنم در حال حاضر بیشتر پاپ راک باشه الان سبک من. وقت ولی دیگه به عنوان گروه اورانیوم شما فعالیت نمیکنین الان، درسته؟ نه، چون همون موقع هم که بودیم اورانیوم به خاطر خیلی سرصدا کرده بود، به خاطر اینکه میگفتن یورانیوم انریچمنت تو جریان ایران و مشکلاتی که فکر کنم ما گروه سیاسی از من پرسیدن شما سیاسی این چه اسمش اورانیومه، ولی ما گذاشتیم اورانیوم به خاطر اینکه خیلی انرژی داشت چون رادیواکتیو بود، ما اصلا اون موقع فکرش هم نمی‌کردیم که بعدن ازمون ایراد میگیرن، ولی کن نیما به خاطر تحصیل رفت یه ایالت دیگه مجبور شدیم مثلا دیگه جدا شیم، منم دیگه سودا رفتم به اسم کامی. خب توضیح میدی چرا مستقل داری کار میکنی با یه شرکت و کمپانی همکاری نداری، خودت شرکتت رو داری و تو این زمینه فعالیت میکنی؟ والا بزرگترین و مهمترین دلیلش اینه که با هر کمپانی که میخوام کار کنم میخوان رایت آهنگامو داشته باشن و ما باید ترانسفر کنم رایت هم بهشون و به عنوان یه آهنگساز اینو میدونم که آهنگساز دیگه هم اگه دارن گوش میکنن اینو قبول دارن، آهنگسازی هر دفعه که یه آهنگ درست میکنی اون ملودی از بدنت میاد بیرون و یه چیز یونیکی مثل بچه میمونه واسه آدم و خیلی واسش مهمه و you really care about your songs، برای همین نمیخواستم که رایت میوزیکمو بدم به کسی و از فارس تبلیغ کردن و پروموت کردنش هم دیگه اینقدر توی بیزنس بودم که میدونم دقیقا چجوری باید انجام بشه، برای همین تصمیم گرفتم که خودم این کارو بکنم و رایت و کپی رایت و همه چیزو خودم اون کنم به جای اینکه بدم به یه کمپانی. خب به عنوان یه خواننده جوان که به زودی آلبوم اولت منتشر میشه برامون توضیح بده چه سختیایی داره، واقعا چقدر زمان میبره تا یه فردی مثل شما یا سایر هنرمندان جوان بتونن آلبومی رو تهیه بکنن و برای دوستداران آماده خرید بشه؟ حالا بزرگترین به نظر من مشکلی که سر راه یه خواننده یا آرتیست هست مخصوصا توی لس آنجلس اینه که اگه از اون زمانی که میخواین ترانزیشن رو انجام بدین برین از آندرگراوند میوزیشن که مثلا آهنگ درست میکنی تو استودیو بعد ریلیس میکنی تو اینترنت بری برسی به میجر آرتیست بودن اینه که it needs a lot of بعد یه حالت سپانسرشیپ پر سرت باشه، بعد یه نفر باشه که ساپورتت بکنه فاینانشلی که بتونی کاست آلبوم رو داشته باشی، چون ممکنه خیلی خواننده خوبی باشی ممکنه آهنگای خوبی داشته باشی ولی اینکه یه صدای خوبی آهنگ خوبی تنظیم خوب بیاد برسه به آلبوم و ویدیو بشه از نقطه از پوینت A به پوینت B رفتن هزارها دلار هزینه شه و الان هم چون میوزیک بیزنس نه فقط مارکت ما، مارکت امریکایی و اروپایی از هردینگ به خاطر اینکه مردم دانلود میکنن دیگه زیاد نمیخرن و نمیدونم واقعا فیوچر به کجا میرسه، ولی فکر کنم دوباره برگردیم به آندرگراوند به خاطر اینکه چون خرید نمیشه موزیک و درآمد زیاد نداره مجبور میشن که کاستش هم پایین نگردن، بر همین کمتر و کمتر ویدیو درست میکنن و بیشتر همینجور سینگل ریلیس میکنن خواننده ها الان و برای همین بزرگترین مشکلی که جلوی همه خواننده هست مشکلات مالیه.